بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت همه شما بینندگان عزیز. به امید اینکه اوقات خوب و خوشی داشته باشیم و خیلی خوش آمدین به این قسمت از برنامه اصر حریوا. دوستان گرامی، در زندگی ما حالات زیاد و متفاوتی را تجربه میکنیم، سمت‌های متفاوت و مختلف همچنان تجربه میکنیم، گاهی به یک حالت و گاهی به حالت دیگری. ولی خب چیزی که خیلی مهمه اینه که اصلیت خود فراموش نکنیم و موقف و جایگاه خود را از خداوند متعال بدانیم. و زمانی که ما موقف و موقعیت خود را از خداوند متعال بدانیم، پس در نتیجه شکرگزاری خداوند میکنیم، که شکرگزاری خداوند باز ما را از بعضی از صفات ناپسند از جمله تکبر و غرور دور میکنه. و خب قاعده خداوندی است که اگر شکر کردی بر شکر تو میافزایه. پس در این قسمت از برنامه عصر حریوا بران شدیم که با شما عزیزان در رابطه به تکبر و غرور، مخصوصا جنبه علمی از اون به بحث بگیریم. و خوشبختانه که مهمان برنامه امروزمان خانم سوسن باریکزی، مدیر مدرسه الحاقیه قیاسیه فرع اخلاص با ما هستن و انشالله با ایشان صحبتهایی می داشته باشیم. اگر دوست داریم که بفهمین واقعا این غرور چیست، مغرور به چی کسی گفته میشه، چی راهکارهایی باید برای از این که این حس و این صفت بد از خود دور بکنیم داشته باشیم، و یا هم چی انگیزه های سبب میشه که ما به این عمل آغشته بشیم، پس پیشنهاد ما به شما عزیزان این است که تا پایان با ما همراه باشیم. جناب استاد باریکزی، خوش آمد میگیم به برنامه، وقت شما هم بخیر باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله صدق الله العظیم. تشکر از شما خانم قفوری گرامی، حضور شما و خدمت بینندگان گرامی شبکه اصلاح. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. امیدوارم که در سایه های الطاف الهی روزگار با خیر و خیریت سپری کنیم و در عافیت کامل باشیم. تشکر از شما. باز هم سپاسگزاریم که وقت گذاشتیم و حاضر شدیم در کنار ما و بینندگان عزیز باشیم. جناب استاد، همین رقم که مطرح کردم، ما امروز در جامعه‌ای که زندگی میکنیم گاهی وقتا افراد رو متوجه میشیم که کمک گوشه‌گیرترن، حالا نه که مشکل افسردگی داشته باشن، بلکه گاهی افراد ماحول خود در حد نمیدانن که با اونها هم صحبت بشن یا هم نشین بشن و بالاخره نشست و برخاست داشته باشن. خب غریزه ها و انگیزه ها متفاوته، اونا برداشت های در ذهن دارن. و خوب است برای از یک همین موضوع بیشتر مطرح بشه، ما و شما ابتدا یک تعریفی از غرور داشته باشیم و این که برای افراد مغرور چی صفاتی باید باشه که اونا رو مغرور بگیم. تشکر از شما خانم قفوری گرامی. در ابتدا اگر خواسته باشیم از غرور تعریف داشته باشیم، بله. خود غرور لغتاً به معنای فریفته شدن، فریب خوردن و بازی خوردن می باشه و خود کلمه غرور به فتح غین به معنای شیطان می باشه، به فتح غین غرور، یعنی که بخونی بله به معنای شیطان می باشه، و به ذم غین به معنای فریب خوردن توسط کالای دنیا. به می دلیل که الله متعال در آیه قرآن می فرماید و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، و نمی باشه زندگی دنیا مگر کالای فریبنده، کالایی که توسط از او انسان فریب می خوره. و در اصطلاح و یا اصطلاحاً میتونیم بگیم غرور، خود غرور عبارت از او چیزیه که انسان و نفس انسان تکیه میکنه و اعتماد میکنه بر شیطان، و شیطان باعث میشه که انسان بازی بده و فریب بده. این میشه گفت تعریفی از غرور داشته باشیم. و به چه کسی گفتیم مغرور میگیم؟ دقیقاً شخص مغرور به کسی گفته میشه که این شخص ویژگی های خود، دستاورده های خود بیشتر از او چیزی که باید ارزش بزونه قائل بشه و اونا ارزش میده و اونا رو برد میکنه و بزرگ جلوه میده. این شخص میتونیم بگیم شخص مغرور. ولی خوب از تعریفی که شما میگین، گاهی وقتا باز عزیزان ما دچار یک اشتباه، یک سوء تفاهم میشن. بله. و اون اینه که فکر میکنن اگر ما داشته ای داریم، چیزی در دسترس داریم، حالا هر چیزی که باشه، بله. خوب یک عزت نفس بر انسان میشه. خب. و میشه که ما بگیم خب به چیزی که داریم یا چیزی که هستیم عزت بدیم و او ارزش قائل بشیم. بله. خب پس اینجا سوال دیگه مطرح میشه، ببین که فرق غرور با عزت نفس میتونه باشه. بله، اشاره داشته باشیم. دقیقا سوال جالب مطرح کردیم در رابطه به غرور و عزت نفس.
اگر خواسته باشیم اینا رو تشبیه کنیم، میتونیم به پستی زمین و بلندی آسمان اینا رو تشبیه کنیم، یعنی در تناقض خود غرور به زمین تشبیه کنیم و عزت نفس به آسمان ها تشبیه کنیم. و نکات زیاد و نکات متمایز زیادی در بین این دو خصلت میتونه موجود باشه. از او جمله اولین خصلت و اولین نکته این باشه که اثبات خود به دیگران. شخص مقرور کسیه که همیشه کوشش میکنه جایگاه خود، دستاوردهای خود و شخصیت خود به دیگران به اثبات برسونه و ثبوت کنه به دیگران. و برعکس شخصی که دارای عزت نفس میباشه هیچگاهی او لازم نمیبینه که اما شخصیت خود در نزد دیگران اثبات کنه. یکی از ویژگی ها و یا خصلت ها و یا فرق های میباشه که بین شخص مقرور و شخص دارای عزت نفس وجود داره. دومین موضوع و یا نکته احساس امنیت می باشه. شخص مقرور شخصی که همیشه به ترسه که مبادا اطرافیان او از نکات ضعف و یا داشته‌هایی که نداره و ای خود از او بولد کرده در نزد خود با خبر بشن و یا آگاه بشن و یا ای که کسی پیدا بشه که بهتر از او باشه، از این ترس داره. و برعکس شخصی که دارای عزت نفس می باشه هیچگاهی ترس از این چیزی نداره و همیشه خوده در امن و امان احساس میکنه. سومین نکته و یا سومین فرقی که در بین این دو صنف وجود داره توجه دیگران می باشه. این میتونیم از دو بود بررسی کنیم. اول توجه خود به دیگران و توجه دیگران به خود. شخص مقرور شخصی که همیشه کوشش میکنه جلب توجه کنه، یعنی به هر زمینه و به هر محیط و به هر جمعی که هسته کوشش میکنه به نوعی از انواع نظرات و توجه های دیگران به طرف خود جلب کنه. و برعکس شخصی که دارای عزت نفس میباشه چنین یک آلت و چنین یک خصوصیتی نداره. چهارمین نکته نگرش شخص نسبت به موفقیت ها می باشه. یعنی چی رقم؟ یعنی که شخصی که مقروره همیشه موفقیت ها و کامیابی های خور نسبت میده به شانس. شخص مقرور همیشه کامیابی های خوده بهرمند و یا گرفته شده از شانس میدانه. بله. و در زندگی خود و در اهداف خود هیچ تأثیر پذیری از تلاش و کوشش و جهد نداره. و برعکس شخصی که دارای عزت نفس می باشه تمام موفقیت های خود برآورده شده و یا کسب کرده از تلاش های خود می دانه و همون جهد و کوششی که در مسیر هدف های خود کرده در این راستا می دانه. چهارمین نکته و یا فرقی که در بین شخص دارای عزت نفس موجوده و شخص کسی که غرور داره خودشناسی می باشه. این نکته بسیار جالبه ای که شخصی که غرور داره هیچگاهی به دنبال عزینیه که هر روز که از زندگی از او میگذره یک ویژگی بهتری از خود درک کنه و بشناسه و بسنده میکنه به اون شناخت قبلی که از خود داره. در صورتی که شخصی که دارای عزت نفس میباشه همیشه کوشش میکنه یک روز بیشتر از دیروز خود بشناسه، نکات ضعف و قوت خود بیرون کنه تا ای که بتونه نکات ضعف خود بروز بده و زیاد بکنه، ببخشیم نکات ضعف خود از بین ببره و همون نکات قوت خود بروز بده و زیاد بکنه. بسیار نکات ارزنده و مفید را اشاره کردیم جناب استاد. من یک قسمت از صحبت های شما که خیلی برام جالب بود اینجوری یادداشت کردم، میگه که عزت نفس، کسی که عزت نفس داره نیاز به توجه دیگران نداره، یعنی نمیخواد که جلب توجه بکنه. پس این از این صحبت این رقم برداشت میشه که یه افراد در ابتدا با خود صلح و آشتی کردن، دقیقاً برای خود خو میخواین برنامه بریزن. بله. میخواین خود اینا لذت ببرن از کارها و برنامه های خود. دقیقا. و نکته خیلی مهمتر از او که خیلی جالب بود این که گفتین افراد که عزت نفس دارن پشتکار دارن. بله. تلاش دارن به فکر تقویه شخصیت بود شخصیتی و بالاخره برنامه و کارهای خود هستن. پس اگر که گاهی وقتها ما دوچار فریب میشیم، چون که جناب استاد هم اشاره کردن گاهی وقتها ما غرور خیال میکنیم عزت نفسه، پس بیایم از این ویژگی ها بشناسیم خوده. اگر خدای نخواسته فکر کردیم با وجود چیز یا بالاخره یک هنر و یک توانمندی که داریم در خود این رقم یک حالات رو داشتیم که به همون قبل این چیزی که از قبل بودیم اکتفا کردیم، یا تلاش شما کم بود یا کوشش شما کم بود و بالاخره حالت خوابیده ای بود، پس متوجه باشیم که در حالت خطر شما قرار داریم. جناب استاد ما معمولا خب هر چیزی یا هر عملی که داریم
خب دستور از او از مغز میگیریم بله. و فرمان از او از مغز میگیریم. حالا ما همینجا با شما نشستیم صحبت میکنیم، خب این ذهن ما پذیرفته که ما باید همچین برنامه داشته باشیم، با شما صحبت بکنیم، سوالات مطرح بکنیم، همه دستور مغز هست. غرور هم میتونه ارتباط داشته باشه با مغز، یعنی صفت گفته میتونیم یا نه یک دستوری از مغز گرفته میشه، و اگر چنین باشه پس آثار سویی که بر شخصیت فردی و اجتماعی یک انسان میگذاره چیه؟ تشکر از شما. در رابطه به ارتباط مغز با غرور اگر خواسته باشیم صحبت کنیم، بسیار سوال جالب مطرح کردیم شما. در رابطه از این میتونیم بگیم که ارتباط تنگاتنگ بین از اینا موجود هست. نظر به تحقیقات علمی که اواخر شده، دیده شده که در مغز انسان یک سیستم عصبی موجوده که این سیستم به نام سیستم دوپامین رژیک سیستم یاد میشه، که این سیستم خوبه که بفهمیم که چی کاری با مغز انجام میده و یا اگر خواسته باشیم به اصطلاح عام‌تر بگیم چی بلایی به سر مغز میاره. این خیلی جالبه که ما شما در نظر بگیریم. چقدر مشتاقیم که زیادتر بفهمیم. تشکر. در رابطه به این سیستم، خود این عصب یا سیستم در مغز انسان فعالیت میکنه زمانی که انسان خود از اون نظر به دستاوردهایی که داره، نظر به عوامل محیطی که هسته، اس غرور به انسان پیدا میشه یا احساس غرور در انسان به وجود میایه، خود این سیستم عصبی شروع به رشد میکنه. سیستم عصبی شروع به رشد میکنه و در کنار خود سیستم های عصبی دیگه ای که باعث پیشرفت انسان در زندگی میشه اونا رو کوچک میکنه. اونا رو هم به حال اینا نمیگذاره. به حال اینا نمیگذاره. بله، دقیقا این سیستم زمانی که شروع به رشد میکنه باعث میشه که بسیاری از خوبی ها و فوایدی که میتونه انسان در زندگی خودش باشه یا توسط مغز خونا رو برنامه ریزی کنه از انسان سلب بکنه. از اون جمله اولین نکته، خود انسان مغرور انزوا میکنه، منزوی میکنه، یعنی انسان ناخودآگاه گوشه نشین میکنه. یکی از جمله کارهایی که سیستم به سر انسان میاره و یا با مغز انسان روبرو میکنه. دومین موضوع اینه که انسان مغرور وادار میکنه که تمام ام و قم از دستاوردهای خود از او باشه، یعنی کل فکر انسان بالای دستاوردهای خود انسان میگذاره. و یک نکته خیلی جالبی که واقعا جالب اینه که باعث میشه این سیستم که انسان امو ضعف‌هایی که داره یا نقاط ضعف و کمبودی‌هایی که در زندگی داره در مقابل از اونو نابینا بشه. یعنی به نوعی انسان کور میکنه. سیستم وقتش شروع به رشد بکنه باعث میشه که انسان مغرور به این رقم یک موارد و زمینه‌های دوچار بشه. واقعا همینجا باید پناه ببریم به خدا از این خصلت. بله دقیقاً. نکته بعدی و یا بلای بعدی که به سر انسان مغروری سیستم میاره اینه که باعث میشه انسان مغرور پیش خود فکر کنه که خطا ناپذیر و شکست ناپذیر. یعنی شخص مغرور در نزد خود فکر میکنه من شخصی هم که ایجگاه خطا و اشتباه نمیکنم و همچنین من شخصی هم که ایجگاه شکست نمیخورم. اینا از جمله مواردیه و همچنین یک موضوع بسیار مهمتر دیگه اینه که باعث جلوگیری از دانش جدید و یا یادگیری جدید در زندگی شخص مغرور میشه. دقیقاً همین سیستم وقتی رشد میکنه باعث میشه که از یادگیری های جدیدی که انسان بالاخره به موفقیت و کامیابی میرسونه این سیستم جلوگیری کنه. خب چون گفتیم دیگه که حس نیاز در او کم میکنه، بله فکر میکنه انسان کامله، پس این علم جدیدی که در حال رشد است و انسان هر روز خود را ناتوان‌تر از دیروز فکر میکنه نسبت به علمی که داره دقیقا. و به فکر از این هست که امروز باید چیزهای جدید یاد بگیرم، خب شخص متکبر میگه همه چیز را یاد داره و حتی خب خوبه که او گاهی بیه و دیگر را یاد بده. دقیقاً. دستاوردها رو گفتیم از خود میدانه شخص مغرور. خب پس اینجا یک نقطه بسیار خطرناک دیگه هم وجود داره. من واقعا این خصلت خطرناک میگم، چون خطرناک. هم از دین ما دور میکنه، هم از دنیای ما دور میکنه. خب امروز خب بحث علمی بیشتر پیش میبریم، ولی اگر در دین هم اشارات داشته باشه میفهمیم که چقدر خطرناکه، چون انسان های مغرور دیگه باز خیلی قلب های اینا تأثیر پذیر نمیتونه باشه. بله. ببینیم گفتیم که دستاوردها را از خود خمیدانه. خب پس آنچه که خداوند متعال بر ما میده اینا نوع ناشکری رو به بار میاره. بله. اگر ما هر چیز از خدا بدانیم و خدا رو توانا بدانیم و خود رو ضعیف بدانیم، انشالله که این حس از ما دور بشه و رخت ببنده.
خب جناب استاد، سوال بعدی که خیلی فکر میکنم تاثیرگذار و موثر است در این بحث اینه که چه عوامل و انگیزه های سبب ایجاد غرور در شخص میگرده؟ در رابطه به انگیزه ها یا عواملی که باعث میشه خود خصلت غرور در وجود انسان بروز بکنه، نکات و موارد زیاده میتونه باشه. از جمله چند تا بررسی میکنیم با شما. اولین نکته عدم معرفت انسان از ذات اقدس الهی و از بندگان الله و از نفس خود انسان میباشه. دقیقا همون قسمی که شما گفتیم، امروز میخواییم از لحاظ علمی بیشتر بحث کنیم. وقت انسان به جهان خلقت فکر کنه و نظم و نظام آفرینش در نظر بگیره، از کل جهانی که الله متعال خلق کرده، از 100% جهان خلقت، با وجود تمام اکتشافات هایی که صورت گرفته، با وجود تمام پیشرفتی که علم و تکنولوژی کرده، تنها 4% جهان خلقت شناخته شده. از کل 100% جهان خلقت تنها 4% از او شناخته شده، که داخل از این 4% متوجه ما و شما که تمام کهکشان ها وجود داره، تمام منظومه شمسی ما وجود داره و تمام آسمان ها و زمین در داخل از این وجود داره. و همچنین میتونین گفته که اگر قرار باشه که تنها کهکشان رای شیری ما و شما در نظر بگیریم، کهکشان رای شیری تنها یک کهکشانیه که منظومه شمسی ما و شما با زمین و نو سیاره و خو و سیاره های ناشناخته شده ای که وجود داره، در داخل خود کهکشان رای شیری موقعیت داره که برابر به سر سوزنیه که در داخل یک حلقه افتاده باشه. این تنها یک کهکشانی که ما و شما در نظر داریم. پس فکر کنیم زمانی که انسان، علما میگم اگر انسان بیایه نیمی از این 96% ناشناخته شده و یا کل عذور بشناسه، در این زمانی که سوره فاتحه تلاوت میکنه و میخونه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الحمد لله رب العالمین، ثنا و صفت و ستایش برای خداوندیه که پروردگار عالمیانه، اینجا متوجه میشه مقابل چه رقم یک ذات استاده و چه رقم یک ذات و پروردگار و صاحب داره ثنا و ستایش میکنه. در اینجا که خار بودن خود و کوچک بودن خود در مقابل الله اسم میکنه و متوجه از این میشه. یکی از دلایل و یکی از عوامل عدم معرفت ما با الله میباشه. دومین عامل میتونه عقده های غارت باشه. بستگی داره که این عقده های غارت از کدوم محیط و از کجاها به دست میایه. احتمالاً از محیط خانه باشه، از محیط کاری باشه، از محیط بیرونی باشه. گاهی اوقات انسان خالیگاه ها و کمبودی هایی که از دیگرها کسب میکنه و برای او به وجود میایه، کوشش میکنه این خلل ها و خالیگاه ها رو با چیزی پر کنه. از جمله غرور یکی از اونها. زمانی که اگر خواسته باشیم مثال بدیم، یک فرزندی در داخل یک خانه از داشتن محبت والدین محروم بشه، یک خللی در وجود از او ایجاد میشه. در اینجا که اس غرور در وجود از او زیاد میشه و کوشش میکنه او خالیگار با غرور پر بکنه. سومین نکته این باشه که انسان بیش از اندازه خود دوست داره. حب ذات. حب ذات میتونه یکی از دلایلی باشه که انسان مغرور میشه. به چی صورت این موضوع؟ یعنی زمانی که حتی یک کمال کوچکی هم یا یک دستاورد کوچکی هم انسان از خود ببینه، نظر به دوست داشتنی که از خود داره، نظر به حبی که از خود داره، کوشش میکنه این دستاورد در پیش خود بزرگ کنه و دیگران در پیش خود عقیر و کوچک بشماره. اینا از جمله عواملی بود. و همچنین مثل که گذرا یک اشاره داشته باشیم، یکی از بزرگان علم اخلاق به نام فیض کاشانی میایه نکات و عوامل خود بروز غرور در زندگی انسان در 7 نکته خلاصه میکنه، که 2 نکته ای از او نکات دینی میباشه، علم و عمل. گاهی اوقات متوجه میشیم ما و شما عالمم مغرور میشه از علم خو و از عمل خو، عابدم مغرور میشه. و 5 نکته دیگه از یه درسته دنیا میباشه، که این 5 نکته میتونه نسب انسان باشه، میتونه زیبایی انسان باشه، میتونه مال انسان باشه، میتونه قوت و نیروی انسان باشه، و یا زیادی بودن و افزون بودن و یاران و یاوران انسان باعث بشه که انسان مغرور بشه. بسیار عالی. ولی همین نکاتی که مطرح کردیم، هیچ کدام از اینا هم هیچ کس نمیتونه تضمین بکنه که اینا همیشگی و دائمیه، چون همه اینا در دست خدا هست. و به همین مناسبته که پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه میگن که انما الاعمال بالخواتم، یعنی اعمال ما بستگی به ختم ما داره. و خب اگر دلخوش به اینها باشیم، خب زیبایی هم از بین میره، بالاخره ثروت هم
بله. از بین میره یا بالاخره رکود میکنه و همون مثال های دیگه که داشتیم. جناب استاد، بعد از شناخت غرور و افرادی که اگر خدای نخواسته به این صفت آغشته باشن، راهکار بدیم برای از اینکه خود رو دور بسازیم از این صفت. پس خوب است که در قسمت راهکار هم اشاراتی داشته باشیم و ما هم بهره مند بسازیم. انشاءالله. تشکر از شما. در رابطه به چگونه از بین بردن غرور اگر خواسته باشیم بحث کنیم، بحث های زیادی موجوده و وجود داره. میتونیم در سه نکته خلاصه کنیم. اولین نکته میتونه ای باشه که انسان زمانی که احساس غرور میکنه و یا حس غرور در وجود از او پیدا میشه، یادآوری کنه و به یاد خوب بیاره که اصل و منشأ انسان از چی بوده و پایان انسان بر چیه. زمانی که میگه انسان دقت کنه که اصل از او از نطفه گندیده و پایان از او جسدیه که اگر چند روز در بیرون باقی بمونه تبدیل به یک جسد بدبوی میشه. بله. پس میگه در شگفت ما که این انسان در بین از اینا چه داره که فخر فروشی میکنه، چه جرأتی داره. دقیقاً یعنی اصل و اساس انسان از چی بوده و ختم انسان بر چی میشه. پس در بین از اینا نظر به قولی که شما داشتیم و این چیزی باقی نیه، حتی ما و شما فعلا اینجا نشسته ایم، از 5 دقیقه دیگه خب آگاهی نداریم، از ثانیه دیگه خب اطلاعی نداریم که آیا در این جایگاه قرار میگیریم، چی از جایگاه های معنوی باشه، چی از لحاظ عمر باشه، چی از لحاظ از این زندگی باشه. از هیچ کدوم از اینا ما و شما اطلاع نداریم. پس خوبه که انسان اصل خود منشأ خود یادآوری کنه برای خود و همچنین عاقبت خود، ای که آخر چی میشه و به کجا میرسه. دومین نکته متوازی بودن و تفکر به هدف خلقت. خود تواضع یکی از خصلت‌های بروز و یکی از خصلت‌های مهمیه که باعث میشه انسان از غرور دوری کنه و از غرور خود به دور بداره. یک مقوله مشهوری داریم که میگه درخت هرچی پربارتر سر به زیرتر. هر چقدر انسان با علم و عمل زیادی باشه، با علم و عمل مفیدی باشه که دیگران از او فایده میگیرن، پس باید متواضع تر باشه. اگر برعکس از این بود، یعنی اگر انسان علم داشت، عمل داشت و عابد بود و در کنار از این آمد و احساس غرور و احساس غرور کرد در زندگی خود، مطمئن باشه که علم و عمل از او هم برای او هیچ سودی در پی ندارد. و سومین نکته و آخرین نکته در رابطه به تفکر در آفرینش هستی می باشه. همون قسم که در اول آمدیم گفتیم، اگر قرار باشه از لحاظ علمی بس کنیم، در علم نجوم شناسی یا در علم ستاره شناسی در زمانهای قدیم اکتشافات و تحقیقات هایی که صورت گرفته، زمانی که انسان به آسمان نگاه میکنه حدوداً 4 یا 5 هزار ستاره میبینه، ولی امروزه با وجود پیشرفت هایی که تکنولوژی کرده، با این تلسکوپ های قولپیکری که وجود داره، زمانی که خواسته باشیم به آسمان نگاه کنیم یا آسمان رصد بکنیم، متوجه میشیم که در یک گوشه ای از آسمان صدها میلیارد ستاره موجوده. صدها میلیارد ستاره موجوده تنها در آسمان دنیایی که ما و شما میبینیم و در منظر دید ما و شما موجوده. خب این 6 آسمانی که در پشت آسمان‌های دیگه قرار داره اونا بماند. خب پس اینجی الله متعال چی میفرمایم؟ این زینا السماء الدنيا بزینة الكواكب، اما ما زینت دادیم آسمان دنیا رو به ستاره ها. و همچنین تعداد کهکشان هایی که ما و شما اشاره کردیم در کل جهان خلقت، یک تحقیق بسیار مهمی که صورت گرفته بود، قرار باشه اگر ما کل کهکشان‌ها رو به سر انسان‌ها و یا آدمای روی زمین تقسیم کنیم، به هر انسان 300 کهکشان میرسه. اینجی باید واقعا انسان به خدا پناه ببره و امو قدرت الله رو مد نظر بگیره و سبحان الله بگه و ببینه در مقابل از این جهان آفرینش، ای آفرینش هستی، ای زیبایی ها، انسان چیه که غرور کنه و یا احساس غرور در وجود از او پیدا بشه. دقیقا. پناه میبریم بر خداوند متعال از شر همچین خصلت ها و صفت های بسیار ناپسند. بسیار تشکر جناب استاد از حضور شما در برنامه، از بحث واقعا جذاب و زیبای شما. به امید این که لحظات خوب و خوش رو داشته باشیم در ادامه روز. بینندگان عزیز، این بود مبحث امروزی که خدمت شما عزیزان تقدیم شد. در نتیجه تمام صحبت‌های امروز
همینقدر بگوییم که هر آن چیزی که داریم از خداوند متعال هست و همه چیزی هم از خداوند متعال بخواهیم. تا برنامه دیگر که در خدمت شما عزیزان از طریق برنامه عصر حریوا قرار میگیریم، همه شما را به خداوند یکتایی بی همتا میسپاریم. وقت شما خوش، خدا نگهدار.